بسم الله الرحمن الرحیم. د فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د عالي زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی، همدارنګه د پوهنې وزارت مرستیال یا معین سید احمد شهیدخیل پر سفرونو باندې بندیز لګولی دی. د اسلامي امارت د دوحې دفتر پخانی ویاند او د افغانستان څوکۍ ته په ملګرو ملتونو کې نوماند سهیل شاهین له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې دغه بندیزونه افغانستان خلکو او اسلامي امارت ته د منلو وړ نه دي. سلام، وخت مو بخیر. زه صفت الله امید یم. تاسو له ژوندون راډیو تلویزیون څخه د ژور لیدونو خپرونې لیدونکي استئ. زما سره په نننی بحث کې د نړیوالو اړیکو په عبدالهادي عدالت جو، همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی محمد نعیم نور احمد زمیل مانه دي. تاسو دواړه په خبرونه کې خرغلاست وایم. ډیر خرغلی خبرونه ته غواړو بحث له عبدالهادي عدالت جو څخه پیل کړو. آقای عدالت جو، محدودیت ها روی سفرهای دو مقام امارت اسلامی چگونه ارزیابی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نوبه خود سلام عرض میکنم خدمت شما امید صاحب، خدمت احمدزاده صاحب و همچنان خدمت بینندگان عزیز تلویزیون شما. علیکم سلام. خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما اگر جزئی بحث نکنیم، اگر کلی بحث کنیم روی مشابه همچون مواردی که رفتارهایی که ما از طرف جامعه جهانی در مقابل امارت اسلامی داریم، در مجموع متعدد هستند، تعداد زیاد و مختلفی هست و تنها این مورد نیست. اگر ما کلی بحث بکنیم و همه این موارد شامل بحث خود بکنیم و به دنبال یک رای حل بگردیم و یا به دنبال از این که این طور حرکت ها، موضع گیری ها چه تأثیری میتونه داشته باشه در روابط بین امارت اسلامی و جامعه بین المللی، خب میتونیم بگویم که ببینید، دنیا همونطوری که گفته میشه امروز دنیا به دهکده تبدیل شده. بحث جهانی شدن امروز دنیا را وابسته به هم ساخته. یعنی هیچ کس نمیتونه در خانواده بین المللی به تنهایی زندگی بکنه. بحث جهانی شدن، بحث گسترش اطلاعات واقعا امروز دنیا را به همدیگه وابسته ساخته، به یک دهکده تبدیل کرده و حتی اینمی وابستگی ها حاکمیت سنتی که قبلا مثلا وجود داشت و از حاکمیت یک تعریف سنتی وجود داشت، همون تعریف سنتی را کمرنگ کرده. امروز به معنای مطلق حاکمیت در دنیا وجود نداره. بنابراین کشورها باید مجبور هستند، یا ای تو بگوی مجبور هستند که به خاطر وابستگی هایی که وجود داره، به خاطر الزاماتی که به همدیگر دارن، باید همدیگر را درک بکنن و با درک همدیگر، با تسامح، با همدیگر پذیری، با رعایت احترام به حقوق همدیگر روابط خودشان ایجاد بکنن. متاسفانه خب در یه آخر ما میبینیم که تحولی که در افغانستان ایجاد شد، نظام جدیدی که حاکم شد، جامعه بین المللی یک سلسله رفتار متفاوت نسبت به گذشته را روی دست گرفتن که اینمی رفتارها باعث شده که بین امارت اسلامی و جامعه جهانی یک نوع تقابل بگویم یا یک نوع رو در رویی به وجود بیاره که متاسفانه همین رو در رویی چرا این تقابل به گفته شما یا این فاصله ها به وجود بیاره؟ ببینید، بدون شک خب این فاصله ها از کجا به وجود میاد؟ ببین، از تفاوت های فرهنگی، ایدئولوژیکی. بدون شک ببینید که بعد از سقوط دولت گذشته و حاکم شدن نظام کنونی، بدون شک
اهداف، ارزش ها، ایدئولوژی، برنامه ها، خب همه نسبت به گذشته کاملا متفاوت است و در حقیقت این میتونه حق هر ملتی باشه که مطابق به ارزش های خود زندگی بکنه و دیگران باید به ارزش های از او احترام بگذارن در خانواده بین المللی. اما خب یک سلسله تسامح‌هایی هست که باید هم دیگر همونطوری که گفتم نظر به وابستگی هایی که وجود داره باید یک سلسله گذشت هایی هم باید داشته باشن، هم دیگر پذیری باید وجود داشته باشه و تقابل و تضاد 100% هم به نفع هیچ طرف نیست و نمیتونه وجود داشته باشه. در صورت تضاد و تقابل بدون شک طرف مقابلی که ضعیف است آسیب بیشتر میبینه. پس بنابراین این به نفع همه طرف هاست که باید تلاش بکنن یک تسامح و یک همدیگر پذیری رو پیشه کنن تا بتانن مثلا یک رابطه خوبی که هم به نفع دنیا باشه هم و به نفع ملت یک کشور باشه شکل بگیره. بسیار خب، دوباره برمیکنیم در برنامه خغر نور خبر انتلیر خرق لست پر اسلامی امارات پا دوال ورد پرو چارواکو بندیزونه تنگ ارزاوی دلوی سیختان طلاب سپیسلی او تلپاتی نامه حسن مخی سلامون تاستا قدرمن ملما او دی تلویزون درنو لیدون کتا پا دی هیل سی روغ جوڑو سی علیکم سلام. نو رابسو دیتا سی دی امارات پر دو مشرانو د بندیزونو لگول نو دا سب پیل لری او یا دا سی دغا بندیزونو با مگو تاسو کم سمت بوزی نو په دې به وغږیږو. لومړی به راسو دې ته چې د ملګرو ملتونو داسې پریکړې د افغانستان د خلکو په وړاندې یا د افغانستان د اوسني نظام په وړاندې دا عادلانه نه دي. د دې لپاره چې اوس نظام نوی دی هر څه نه ډېر موږ خبرو ته اړتیا لرو، هر څه نه ډېر موږ اړیکو ته اړتیا لرو، هر څه نه ډېر موږ دې ته اړتیا لرو تر څو نږدې او لرې هیوادونو سره روابط یا اړیکې ولرو تر څو هغوی سره موږ یو تفاهم ته ورسیږو چې دلته د مشروعیت یا د پیژندنې مسله حل سي او داسې نورې مسایل. یعنی د افغانستان د اوسني نظام د مشرانو لپاره دا ډیره مهمه ده چې دوی د اوس لپاره بیلابیل سفرونه ولري، بیلابیلو هیوادونو ته لاړ شي تر څو هلته یو څه د دغه اوسني نظام د نورو هیوادونو سره یو څه ملګرتیا وسي، یو څه د اړیکو په جوړولو کې اسانتیاوې رامنځته سي. نو دلته دغه بندیزونه چې لګول کیږي نو هرو مرو دلته د دغه نظام مخه تمه کیږي یا د نظام د پرمختګ مخه نیول کیږي، دغه نظام د اړیکو د جوړولو مخه نیول کیږي په دغه ډول پریکړو سره. نو دا د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره یو ناعادلانه یو ناسمه پریکړه ده سي ملګرو ملتونو کړې ده. او یو بله مسله دا ده چې تل کفار او مشرکین په دې هڅه کې دي تر څو د اسلامي هیوادونو پر وړاندې دوی فشارونه رامنځته کړي تر څو په هغوی باندې فشارونه وضع کړي او هغوی خپلو موخو ته ورسیږي. دلته امریکا ده یا نور هیوادونه دي چې هغه په ملګرو ملتونو کې سب دي او هلته دوی یو ځای دي، نو دوی هر یو بیلابیل اهداف لري په افغانستان کې. نو دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوښښ کوي تر څو بندیزونو ته مخه کړي، ځکه په امارات کې یا د افغانستان په اوسني نظام کې د دوی فرمایش یا د دوی هغه غوښتنې چې دي نه منل کیږي. تر ډېره بریده پورې دوی کومې ناسمې غوښتنې چې لري هغه په د افغانستان اوسني نظام کې نه منل کیږي. نو دوی مجبور دي چې دغسې بندیزونو ته مخه کړي تر څو دوی یو څه د خپل دریځ څخه را کمزوري کې خپل دریځ څخه یو څه واړوي. نو ګورې د اسلام په لومړیو کې کله چې په مکه کې مسلمین ډېر لږ ول هلته، نو هلته د مکې مشرکینو هم په مسلمانانو باندې بندیزونه وضع کړل هلته تر دې پورې چې هغوی ته د څښاک اوبه هم نه پرېښودلې چې څوک یې ور وړي یا دوی ته د څښاک اوبه ورسیږي. خو دوی صبر وکړه، دوی بیا هم مقابله وکړه، دوی بیا هم هلته خپل ځانه ټینګښت او پایښت وښود، نو تر څو دې پورې چې دغه فکر بریالی سو بیا نن الحمدلله چې موږ تاسو پورې هم را رسېدلی په نړۍ کې اوس پیژندل کیږي. نو دا هلته څه وه چې د حق او باطل ترمنځ چې کومه مقابله وي نو د هغه نتیجه تل به همدا وي چې موږ تاسو به چشته رسېږو.
موږ به بریا ته رسیدو نو باطل به ورکیږي. نو اوس نو د اوسنۍ نظام یا د افغانستان اسلامي امارت چې دی نو موږ د کوښښ دا وکړو چې موږ د په حق روان سو، موږ د په حق روان سو او د هغه تر څنګ د صبر او استقامت ولرو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې موږ او تاسو د ټولو رهبر دی نو هغه ګوري چې د مشرکینو لخوا وزورول سو، د هغه د مشرکینو لخوا په دې باندې ګزارونه وسول، بیا هم د صبر وک نو الله پاک نه مرسته وغوښتله، ګوري چې بریالی سو په نتیجه کې. نو موږ او تاسو هم د دغه فشارونو یا د افغانستان د اسلامي امارت مشان نه مې دا غوښتنه ده چې د دې ډول فشارونو ته د دوی عاجزي نه کوي، دا ډول فشارونه د دوی د خپل دریځ څخه نه راغورځوي. دلته که چیرې په افغانستان کې استقامت پریښودل سو، ګوري اوس نړۍ یا نړیوال قدرتونه امریکا ورسره متحدین په افغانستان کې دلته په ګونډو سوي دي، هغوی دلته رنگ زرد سوي دي، دلته مات سوي دي، نو هغوی دغه نظام ته پلمې لټوي، تل کوښښ کوي تر څو دوی له خنډونو سره مخ کړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو مې دا غوښتنه ده چې خپل دریځ نه به هیڅکله نه شاته کیږي، موږ د الله پاک ته صبر کوو او هغه نه به موږ د خپل د بریا غوښتنه کوو. دا نظام د هر څه خو د دې تر څنګ بیا لکه څنګه چې استاد هم وویلې چې نن سبا اړیکې جوړول له ټولو هیوادونو سره یا په نورو هیوادونو سره نږدې وي که لرې وي، له د هیوادونو سره نړیکې جوړول، اړیکې جوړول دا هم یو اصل دی. موږ داسې نه وایو چې افغانستان دې په یوازې ډول خپل ځان ته پر مخ ځي، اړیکې جوړول هر حکومت یا د هر هیواد سره دا په کار دي چې موږ یې جوړې کړو، خو په دې ډول دې نه وي چې هغه دې ټول د هغوی فرمایشونه دي ومنل سي. یو څه دغه بندیزونه به ستونزمن وي، یو څه به خنډونه رامنځته کړي د نظام لپاره، خو په ټوله کې انشاءالله چې دغه ورځې به هم تیرې شي، دغه سختې ورځې چې دي دا یو څه ترخې وي خو بیا هم تیریږي، کیدای شي ډیر زر به دغه ستونزې حل سي. نو که چیرې د دغه ستونزو د حل لپاره یا دې لپاره فکر وسي، کار وسي چې ولې دغه بندیزونه وضع کیږي، که چیرې دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت کار وکړي نو انشاءالله دغه ستونزه به ډیر زر حل سي. ډیره زیاته مننه په خبرونه کې بیرته تاسو ته راګرځو. آقای عطارت جو، تا حد زیادی که گزارش دسترس رسانه ها قرار گرفته، یکانه یک عاملش نه بازگوش های مکاتب دختران به بالاتر از صنف ششم است. امارت اسلامی بارها تاکید کردند که یک مشکل از بزودی حل خواهد شد. آیا به مردم افغانستان این جواب قناعت بخش خواهد بود یا خیر؟ ببینید، در بدون شک ارزش های ملت ها متفاوت هستند و در منشور سازمان ملل متحد هم به هر ملتی این حق داده شده که مطابق ارزش های خودش زندگی بکنه، به ارزش های خود بپردازه. منتها در این زمینه یک سلسله کنوانسیون های بین المللی هستند که در نظام بین الملل در دنیا توسط کل کشورها، اکثر کشورها میتونیم بگویم به امضا رسیدن. اکثر خواست هایی که جامعه جهانی از کشورهای مثلا به قول از وا خاطی می داشته باشن بیشتر به اساس امو کنوانسیون های بین المللی است که به امضا رسیده و همه کشورها متحد و ای هستند که او کنوانسیون ها را رعایت بکنند. منتها در پهلوی از این یک سلسله خب تقاضاهای ضمنی هم هست که شاید مثلا در مطابق و کنوانسیون نباشه. اما آقای عدالت جو، آن کنوانسیون ها که در سال 1382 امضا شد از سوی حکومت جمهوری، وقت نظام جمهوری حاکم بود، برای امارت اسلامی قابل قبول نیست؟ میگه در آن کنوانسیون ها بعض ارزش های ملی و مذهبی نهفته بود که نمیتونه ما را قبول کرده. ببینید، تاریخ دقیق از این برای ما
فعلا با حافظه امام نیست. ببینید در 1945 که سازمان ملل شکل گرفت، بعد از او این کنوانسیون ها را در پی داشت، به خصوص کنوانسیون های حقوق بشری. فکر کنم در امو ابتدا به امضا رسیدن. بله، تاکید هم سر حقوق بشری بود. حقوق بشری ابتدا به امضا رسیدن که توسط دولت های مشروع بود، مثلا در زمان حتی شاید مثلا نمیفهم تاریخ دقیقش برای معلوم نیست که شاید در زمان ظاهرشاه باشه یا بعدا در زمان داوود خان باشه، منتها در این زمان ها به امضا رسیده. بر صورت همه کنوانسیون ها مطابق منشور سازمان ملل متحد اکثر کشورها را ملزم میکنه که باید به او بپیوندن. اگر نپیوندن خب بدون شک لااقل همرسانی میشه به دنیا، به افکار عمومی که فلان کشور مثلا اینی کنوانسیون را قبول نداره. پس تا اینجا که ما واکنش منفی از جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل در مقابل کنوانسیون های حقوق بشری در افغانستان نداریم، معنیش این است که از گذشته پذیرفته شدن و او چیز بین المللی است، باید همه از او اطاعت بکنن. بنابراین ببینید در پهلوی از این همونطوری که من خدمت شما عرض کردم، این طور نیست که خواست جامعه جهانی به طور مطلق باشه که شما هر چی که ما میگیم شما از ما بپذیرین. یعنی به عبارت دیگر جامعه جهانی یا سازمان ملل این حق داشته باشه که هر نوع خواست مشروع و نامشروع خودش برای ملت های دیگر بقبولانه، این طور نیست. فقط به اساس همون کنوانسیون هاست و این حق هم بر ملت های دیگر داده شده که مطابق به ارزش های خودشان زندگی میکنن. اما ببینید ما یک سلسله وضعیت داخلی داریم که متاسفانه با امو روح نه با روح قوانین داخلی سازگاری داره، که اینمی خودش بهانه شده برای دیگرا، و نه با روح امو کنوانسیون ها سازگاری داره. مثلا یکی از یامی که بس شما مطرح کردیم، بس مزدود کردن مکاتب دخترانه و مسائل حقوق و بشری است که متاسفانه مجازات صحرایی زیاد داریم. ببین این نه در اسلام قابل قبول است، نه در بر هیچ کس قابل قبول نیست. مثلا همین نکته دومش که همین مسئله بسته کردن مکاتب دخترانه، ما خودم از روزی که این مکتب بسته شده تا به میل حال از دهن تمام مقامات امارت اسلامی میشنوم که این مشروعیت نداره، مکاتب باز میشه، ولی معلوم نیست که این از کجا. مثلا حتی ملا برادر و همه طرفدار از این هستن که میگن که انحطاف پذیری وجود داره، ان قریب مکتبا باز میشه. و یک سوال اینجاست که ای از کجا بسته شده و دلیلش چی است، در حالی که در اسلام هم مثلا خب علم یاد گرفتن علم فرض است، اینجا محدودیتی برای دخترها وجود نداره. کل مقامات امارت اسلامی اکثرشان به این تاکید میکنن که مثلا چند روز پیش عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه خیلی به صراحت تاکید کرد، گفت حق زن و مرد است که باید علم بیاموزه. ولی من نمیفهم، این می تو یک حرکت های وجود داره که متاسفانه هم در داخل ما را زیر سوال میبره، هم در نظام بین الملل. و این است که اینجاست که یک نوع تقابل بین امارت اسلامی و جامعه جهانی شکل میگیره. اگر این نکات رعایت شوه و همچو نکات مثال همچو قضایا رعایت شوه و یک پالیسی، یک سیاست خارجی مدون و همچنان سیاست داخلی روی دست گرفته شده که تا ما بتانیم هم در داخل نظم ایجاد بکنیم، بریم به طرف ثبات به یک محور مثبت، و هم در سطح بین الملل بتانیم با دنیا حرفی به گفتن داشته باشیم. بسیار تشکر. آقای نور، نریوال ټولنه یا قدرتمند هیوادونه چې پوس په نړۍ کې شتون لري، په دې پر ځای چې له افغانستان سره کومک وکړي، تاسو زموږ د هیوادوالو حالات ورځ په ورځ ګورئ، اقتصادي وضعیت، بشري ناورینونه، طبیعي حوادث، نورې پیښې په افغانستان کې کیږي، ولې دې پر ځای چې دا ډول بندیزونه لګول کیږي کومک نه کوي، ولې مرستې نه کوي، علت یې څه ده؟ دلته خو بېلابېل علتونه په دې کې شته دي او موجود دي. ګورئ چې کله دغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو په 2001 کال نه وروسته، په هغه وخت کې نو هغه لومړیو نه دوی په ښه اهدافو نه وو راغلي، هغه لومړیو نه دوی نه وو راغلي موږ او تاسو د خدمت لپاره یا د افغانستان د ولس د ښېرازۍ لپاره دوی نه وو راغلي. ګورئ تاسو ولیدل سي
کومې ورځ نه سدی افغانستان ته راغلی وو تر څو سی بیرته ووتل، تر هغه وخته پورې تل دوی هڅه همدا کوله تر څو څنګه خپلې ګټې خوندي کړي، تر څو څنګه کوی سی دوی ورې په آسیا کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي، کوم سیالان سی دلته موږ تاسو ته نږدې دي هغه تهدید کړي، او حتی تر دې پورې سی د قانونو د استخراج او د ځینو مهمو موادو لیکت خپل هیوادونو ته ګوري. دا ټول هغه سوال سی دوی په پټه باندې ګوري، په ښکارا کې دوی راغلي په یو ډول، خو په پټه کې دوی ډیر داسې اهداف درلودل سی هغه د افغانستان د ملت په ګټه نه و. حتی تر دې پورې کله سی وتل تاسو ولیدل سی د اشخاصو د بیرون کولو لپاره، یا د دې لپاره سی د افغانستان نه خپل خلک وباسي یا نور خلک وباسي. تاسو ګوري چې دغه پروژه یا دا یو پروژه کار جوړ سو دی نه، دا پروژه یو کمپنۍ ته وسپارله تر څو دیج نه کوم افغان به سیخ کا غنه به لزر 15000 ډالر اخیستل. ګوري دلته هم دوی خپل اقتصادي برخه ته دوی پام مو تر څو بیرته دلته کاس ک به شلو کلو کې هم ځان ته لزر ډالر ټول کړي وو کنو ټول کړي دا مجبور هغه ته به لزر ډالر پیدا کړ او دی بزان وخ ک. یعنی ګوري لومړی نو سی دوی راغلل تر څو سی وتل دوی تل هڅه دا کوله تر څو خپل منفعت خپل ګټې دلته خوندې وي. نو هغه د افغانستان د ملت خواخوږي نه دي، هغه دا نه وایي چې دلته د افغانستان ملت سرلوړ سي، دلته دوی پرمختګ وکړي، هغه د دې شانو بيخي پروا نه لري او پروا نه ساتي. نو زه دا وایم چې هغه کچېره رښتیا هم داسې کولای، نو ګوري شل کاله خو دلته وخت تیر سو سي په هر ډول وغه تیر سو، نو نن سي ثبات راغلی، امنیت راغلی، نظام ګوري مرکزی حاکمیت دلته موجود دی، هغه کوم تعریفونه سي دی او نظام لپاره دی هغه ټول بشپړ سوي دي. نو دلته کوم ستونزه نسته، دا ځینې فرعي ټکي سي دي، ځینې هغه ټکي سي هغه د مشروعیت لپاره دلیل نسي کېدای، نو هغه ټکو باندې فوکس کول او هغه کلک نیول، نو دا ټول دین ښکارې سي دوی یو ډول دښمنی یو ډول تضادونه دوی ښکارا کوي. نو په ټوله کې کچېره دوی دغه ملت خواخوږي وای، نو اوس ګوري په افغانستان کې د افغانستان ملت ډېر یو داسې ناورین سره مخ شوی چې هغه لوږه ده، دلته ګوري فقر ده. نو که چېرې په دې برخو کې مرسته سوې وای ګوري دا ډېر ښه راته، مګر د دې پر ځای چې دوی دلته د مرستو اړخ ونیسي، دوی همدغه اړخ نیسي چې دښمني ده، تضادونه دي، بیا هم فشارونه واردول. ګوري دغه فشارونه سي واردېږي په اوسني نظام باندې، دا نه یوازې په نظام بلکې دا د افغانستان په ملت باندې دا فشارونه وضع کیږي. دلته په نظام باندې هر ډول سختی راځي، د په ملت باندې سختی راځي، او که څومره د نظام پرمختګ کیږي د سره د خلکو د ټولنې پرمختګ هم کیږي، او څومره سي دا نور هیوادونو سره کیږي. نو طبي خبره ده چې دلته ګوري هر پرمختګ یا هر پرمختګ یا هر مرسته سي د نور هیوادونو سره د نظام په چوکاټ یا نظام سره وسی، کغه د کمپنۍ په برخه کې، کغه د پروژو په برخه کې، نو هر مرو دلته ملت ته هم یا ولست هم ګټه رسیږي. نو زه دا وایم چې دغه خلک سي د افغانستان د ملت په درد باندې نه درد منيږي، تر څو چې موږ تاسو خپل یو بل ته لاس ورنکو، تر څو موږ تاسو خپل په دې باندې ونه توانیږو سي یو ځای ته ځان ونه رسو، نو دوی هیڅ کله هم د موږ تاسو ګټو لپاره کار نه کوي. ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو اوس هم ځو اعلان شاندې ته له دمې څخه وروسته زموږ خبرونه دوام لري، بیا هم ښه راغلاست زموږ بحث دوام لري. اوقای عدالت جو به این نوع محدودیت ها روی سفرهای مقامات امارت اسلامی که یک از او وزارت تحصیلات عالی است، همچنین معین وزارت معارف است، تا کدام حد میتواند روی نظام حداقل تحصیلی آسیب برساند؟ خب اول خو ما فکر کنم که یک واکنش است که مثلا سازمان ملل یا جامعه جهانی نشان داد در برابر اعتراض در مقابل مسدود شدن مکاتب دختران، و بنابراین اگر ما ایره به عنوان اعتراض بپذیریم، خب بدون شک لااقل محدودیت های مالی را هم در پی خواهد داشت. و همونطوری که ما دیدیم در گذشته هم سازمان ملل، بانک جهانی، بانک بین المللی و سایر بانک ها در مجموع کشورهای کمک کننده
کمک های خودشانه از نفهم 450 میلیون دلار بود که از چیز قید کردن مزدود کردن با وزارت معارف داشتن و همچنین ببینید در سایر حوزه ها انعکاسات منفی داره. ببینید من عرض کردم که ما یک مورد بسیار جزئی و محدودی است، اما ما در کل در مقدمه هم که خدمت شما عرض کردم خیلی از مواردی داریم که بسیار کلیدی هستند و ما اگر امی مورد ما به طور نمونه اساس قرار بتیم، اما طوری که خدمت شما عرض کردم باید هم امارات اسلامی باید یک سیاستی را در پیش بگیره که هم ارزش های اسلامی حفظ شود، هم ما ناگزیر هستیم باید با دنیا رابطه داشته باشیم و ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن خواستهای دنیا مثلا ما به زندگی مسالمت آمیز خود ادامه بدیم. ببینید امروز ما در کره زمین تنها افغانستان کشور اسلامی نیست، کشور اسلامی دیگی هم هستن. ما ببینید باید الگو برداری بکنیم، ما باید تحقیق بکنیم، ما باید بگردیم به دنبال رای حل که چه نوع یک رای حل، چه نوع یک سیاست ایره که به هم بتانیم مثلا به ارزش های افغانی اسلامی خود ما مثلا بپردازیم، حفظ کنیم واره و هم ما را این ارزش ها با جامعه جهانی در تقابل قرار نده. من خدمت شما عرض کردم که بدون امروز یک کشور بدون هماهنگی با جامعه جهانی زندگی کردنش غیر ممکن است. اصلا هر کس که فکر میکنه میتونه زندگی بکنه غیر ممکن است، چون امیتو قدر الهی اینمی تو رقم خورده، گرچه که همه امور دست خداست، خداوند است که همه امور را مدیریت میکنه و همه سرنوشت به دست از او، ولی امروز با اساس اون مقدورات الهی شرایط این دنیا طوری شده که همونطوری گفتم همین روابط با هم بسیار نزدیک شده، با هم بسیار تنیده شدن، وابستگی ها بسیار شدید شده، یک کشور به شدت به کشورهای دیگه حتی ابرقدرت ها نه تنها کشورهای جهان سوم، حتی هر قدرت ها به همه کشورهای جهان سوم وابسته هستند، محتاج هستند. پس بنابراین این وابستگی عمومی است، مربوط به کشور جهان اول و آخر و سوم نداره، همه با هم وابسته هستند، همه باید این نکته را در نظر بگیرن و یک سیاستی را اتخاذ بکنن که هم مثلا طوری نباشه که به ارزش های دیگرا افراطی باشه، که ارزش های دیگرا رو نادیده بگیره و یا بالاخره باعث یک تشنج شوه. بنابراین ببینید من خدمت شما عرض کنم که امارت اسلامی اصلا وظیفش دو مرحله است به نظر من. یک مرحله بود که دوران جهاد بود که کشیدن نیروهای خارجی بود، تمام شد. اون یک مرحله. ولی متاسفانه در دنیا ما افغان ها طوری معرفت داریم که میگن افغان ها در جنگ جوره ندارن، اما در سیاست بسیار ضعیف هستن. ما دیدیم که 14 سال جهاد در مقابل شوروی ادامه داشت، وقتی که شوروی از افغانستان برآمد همین متاسفانه همین افراد چسبیدن به قدرت. ما در بحث اول 10 ماه پیش اشاره کردیم که گفتیم که قدرت بسیار بلایی است که همه را تباه میکنه، چسبیدن به قدرت. چسبیدن به قدرت به کجا رسیدن؟ خدا نابود کردن افغانستانم. ببینید حال هم مرحله دوم مسئولیت امارت اسلامی ای است که در سیاست مثل دیگرا از نظامهای دیگر باید دست بگیره و طوری باید عمل بکنه که امونطوری که در هو عرصه پیروز شد، در امی عرصام در عرصه سیاست هم یک دستاورد فوق‌العاده روی دست، یک دستاورد بسیار خوبی داشته باشه با یک سیاست هنرمندانه و کاریزماتیک و یا با یک سیاست علمی بسیار دقیق، بتانه مثلا هم ثبات در داخل مثلا به ایجاد ثبات بپردازه، هم یک رابطه خوب، یک روابط خوب، یک مناسبات خوب با دنیا داشته باشه، تا ما بتانیم در این نظام بین الملل، در این جامعه بین المللی یک زندگی نرمال و متعادل داشته باشیم. تاکید میکنم بدون
بدون رعایت خواستهای دیگرا ما غیر ممکن است که بتانیم، چون ما میبینیم که ما مثال اگر بس طولانی نشه، ما در منطقه الگو داریم، مثلا ایران داریم، سالهاست که با ارزشهای خود مثلا پابند هست و این اینمی ارزشها با جامعه جهانی در تکر است، به اصطلاح عامیانه ما در تقابل است، ولی میبینیم که امروز رفته رفته هرچی که تلاشی که مثلا دولت ایران میکنه، آن آرزوهایی که داشت، آن اهدافی که داشت، آن برنامه اونطوری که اصول اسلامی اقتضا میکنه مثلا نتانسته به او برسه. مثلا ما عربستان داریم، ببین این ای انحرافات از کجا ناشیش؟ از ضعف، از ناتوانی کشورها و از وابستگی کشورها که به یکی دیگر دارن. یعنی بنابراین ما باید طوری بکنیم که به همونطوری که احمدزاده صاحب و همه علما میفهمند که در قرآن یک بخشش محکم است، یک قسمتش هم متشابهات است، محکمات و متشابهات داریم. ما در بخش مثلا بخش استشهادی داریم، بخش سازگاری، بالاخره بحث در اسلام سیاسی است، یعنی سازگاری باید متطور رو یعنی یک سیاستی رو روی دست بگیریم که هم اون محکمات و قرآن اسلام، دین اسلام حفظ شده و هم بتانیم ما یک سازگاری با دنیا داشته باشیم که بدون رابطه با دنیا نمیتانیم ما زندگی بکنیم. خاله احمد زید، په اسلامي امارت په تحصیل نظام کې چیرته راشي، یو عدل وړ زده کړو وزارت، هغه د پوهنې وزارت، په دغه دوه وزارتونو باندې د دوی د لوړو مقاماتو بندیزونه، د سفر بندیزونه، اوبه کولی شي چې د هیواد په تحصیلي نظام یا په ښوونې او روزنې په سیستم باندې تاثیرات واچوي؟ په ټوله کې خو تاثیرات اغېزه لري. کورې لږ مخکې میلمه هم وویلې، که چیرې سې په دوه وزارتونو کې په داسې لوړپورو چارواکو بندیزونه د سفر وضع کېږي، نو دلته کیدای شي دې نه وروسته مالي بندیزونه هم په دوی وضع سي، تر څو دوی هغه خپل سیستم سې دی د هغه پر مخ بوزي. صحیح داسې، نو د هغه لپاره به د افغانستان اسلامي امارت مشران به بله لاره ګوري. یعنی په ټوله کې یو څه زیانمن کېږي دغه برخه، خو دا په دې معنی نه ده چې په مطلق ډول دی دغه برخه لبخو غورځول سي یا داسې دا د دومره زیان وکړي چې دا د پرمختګ پر مخ لاړه نه سي. نو یو څه هغه ستونزې به راولاړې سي. اوس خو دا کوم محدودیت سي وضع سوی یوازې د سفر په برخه کې ده، دلته په نورو برخو کې لا تر اوسه کوم محدودیتونه نه دي وضع سوي. او بیا د دغه دوو مشرانو سفرونه نورو هیوادونو ته دومره ډیر هم نه وي، یعنې په اوس وخت کې دا داسې دومره غټ فشار هم نسو ورته ویلی، ځکه هلته نور کوم دیارلس کسیزه ډله سي د هلته کوم مشران دي، د هغوی سفرونه موږ ته ډېر مهم دي، د افغانستان ولس ته ډېر مهم دي. نو که چېرې هغوی هم وخت لري، ګوري دغه د تاسو د ملګرو ملتونو په دغه اعلامیه کې تاسو وګورئ یو څه نرمښت هم شته دی. دوی وایي که چېرې د کمیټې غړو اعتراض ونه کړ، نو موږ به دغه معافیت دا به له دوه میاشتو نه ورپسې زیات کړو. یعنی دې رڼا هم شته ده چې دغه دیارلس کسیزه ډله سي اوس یې سفرونو ته بېرته اجازه ورکول سوه، نو دا لا پسې وغځېږي. خو ښه دا ده چې دغه مشران دي د دغه سفرونه یا د دغه مودې نه دوی د مثبته ګټه واخلي، د هیوادونو سره د خپلې ستونزې حل کړي. لکه څنګه چې میلمه وویلې، بهرنی سیاست د هر نظام لپاره دا حتمی ده. یو دننه سیاست ده چې دننه موږ کوم ډول سیاست ولرو، او یو بهر لپاره چې موږ د نورو هیوادونو سره په کوم ډول سره موږ اړیکې وساتو او هغه وپالو. نو انشاءالله دغه موده سې ده، نو دا که چیرې دینه مثبته ګټه واخیستل سي، نو ډیری اوس د موږ مشران سي دي هغوی کوی سي چې بیلابیلو هیوادونو ته لاړ سي، هلته کوی سي دوی اړیکې جوړې کړي، هلته د هیوادونو سره روابط جوړ کړي. خو یوه مسله بله ګوره، ستا ده دلته دغه ملګري ملتونه سي پلمه نیسي، یا د په ښځو باندې د محدودیتونو وضع کول، یا د ښوونځیو نه پرانیزل. نو د دغه لپاره هم باید د افغانستان اسلامي امارت یو طرحه ولري، دې لپاره کار وکړي تر څو دغه چارې خلاصې سي. لکه ګوري د نجونو د مکاتبو یا د ښوونځیو پرانیزل سي، دا پرانیستل سي په ټول افغانستان کې، او دا ډېر ښه کار دی. حتی
که چېر دلته هغوی ته قناعت ورکول شي چې موږ ولې دغه محدودیتونه وضع کړي یا تر کومه مودې پورې موږ بندوو یا کوم اصلاحات موږ راولو او هغه نه به وروسته موږ اجازه ورکوو. نو که چېرې دغه کارونه وسي او د دغو هیوادونو سره دغه ستونزې حل سي نو دا به ډېر ښه وي. ډېر ښه. پلان طرح باید څوک جوړ کړي، اسلامي امارت او که نړیواله ټولنه؟ ګورې داسې ده چې نړیواله ټولنه خو پلمه نیسي، لکه ښوونځي بند شول، محدودیتونه وضع شول، که نه ول دوی ول نه خلاصېږي. یو کال څه باندې څه کم یو کال نورې تېر شولو. زه په دې باندې خبر یم، همیشه موږ په خبرونو یا په نورو فیسبوک یا اجتماعي صفحو باندې موږ ګورو اسلامي امارت همیشه دا تاکید کوي چې دا یو مشکل ده، ډېر ضر به حل شي، ولې خلک دې ته ډېر لېواله دي چې دغه مشکل به څه وخت حل کېږي؟ حداقل نږدې یو کال ته ورسېدلو. نړیواله ټولنه همدارنګه هېوادونه، هغه هېوادونه چې اوس یې دا د فشار اله ګرځولې ده، وایي چې دغه مشکل به څه وخت حل کېږي. نو خبره همدا ده چې موږ تاسو ته خو هم د هغه وخت معلومات نه کېږي چې کله به حل شي، نو هیله مو همدا ده چې زر حل شي. تر څو پورې چې ستونزې زر حل کېږي نو دا د افغانستان او د ملت په ګټه ده. نو که ښوونځیو لپاره که نوی کوم چوکاټ جوړېږي دا دې هم جوړ شي، که چېرې نصاب یو هغه وي که نه یو خنډ وي چې پخوانی نصاب کې ستونزې دي، نو نصاب دې ته زر بدل شي، هغه په هغه کې د اصلاحات راشي. او که چېرې په سیستم کې څه ستونزه وي هغه تدریسي سیستم چې ده هغه دې جوړ شي، او که چېرې چاپېریال نامناسب وي په چاپېریال کې دې دغه اصلاحات راشي. نو په ټوله کې ښه دا ده چې هر ستونزه سی موجوده ده، یا نړیواله ټولنه یا ملګری ملتونه سی هر پلمه نیسی د افغانستان د نظام لپاره هغه پلمې د مونږه لری کو. یعنی په دې معنا نه سی مونږ د هرو مرو د هغوی فرمایشونه منو، په دې معنا سی هغه څه سی مشروع وي، هغه څه سی مونږ تاسو ورته وایو. لکه په اسلام کې ټول مشران همدا وایي چې د انجونو په تحصیل کې هیڅ کومه ستونزه نشته، نو چې کله ستونزه نه وي نو بیا د دې لپاره کار وسي، بیا د دې لپاره د کار وسي دغه ستونزه دې حل شي، تر څو د نورو هیوادونو لپاره هم پلمه نه وي او دغسې بندیزونه موږ په راتلونکي ونه وینو. ډېره زیاته مننه. اوقادرتجو، بیشتر شما از روابط یادآوری کردین که فعلا ما روابط ما ضعیف است و پالیسی البته سیاست خارجی ما هم همچنین ضعیف است. امارات اسلامی با بار اول که با امریکا در دوحه صحبت ها یا گفتگو ها شروع کرد، سیاستش بسیار قوی بود، حتی جهان لرزه داد که سیاستش بسیار قوی بود، ولی آهسته آهسته که حاکم افغانستان شدن، حاکم کابل شدن، سیاست خارجیش آهسته آهسته ضعیف شد. علتش چی بود؟ چرا؟ ببینید، اولا خدمت شما عرض کنم که کنفرانس نشست دوحه، یعنی کنفرانس اجلاس دوحه، شما شاهد هستین که امور روندش نرمال پیش نرفت و اوج دو سندی که به امضا رسیده بود یک سلسله برنامه هایی بود که با آمدن امارت اسلامی به شکل دیگرش او برنامه ها مطابق همو موادی که به امضا رسیده بود اجرایی نشد. در اوج مثلا خیلی موارد دیگه هست که جایش نداره بپردازیم، منتهی کوتاه اشاره میکنم که بعد از حاکمیت امارت اسلامی به افغانستان ما شاهد بودیم که از هر دو طرف اعتراض وجود داشت. امارت اسلامی هم میگفت که و تا حال میگه که جامعه جهانی مطابق همو مفاد همو توافق نامه عمل نکرده، از اون طرف اونا میگن که امارت اسلامی عمل نکرده. ما فکر کنم خطاهای در هر دو طرف وجود داره و باید هر دو طرف بپردازن به حل این مشکل، به نزدیک شدن. ببین، در مقدمه هم عرض کردم که امی تضاد، امی تقابل، امی فاصله به نفع هیچ کس نیست. نارامی در منطقه به نفع جهان هم نیست، به نفع یک ملت هم نیست، به نفع یک کشور هم نیست. پس بنابراین متاسفانه که ما میبینیم جامعه جهانی هم آنطور که
صادقانه باید رفتار بکنه نمیکنه. متاسفانه پشت خواسته های مشروع، خواست مشروع را اونیم میکنه، منتها پشت خواسته های مشروع خود یک سلسله اهداف دیگه داره، به اون خواسته های مشروع خود حتی خودش هم همیشه پابند نیست، اگر جای لازم باشه از اون صرف نظر میکنه میره پشت اما اهداف خودش. بنابراین هر دو طرف، من عرض و خواهش من ای است که هر دو طرف باید به صادقانه عمل بکنن. ببینید یک ثبات در یک کشور به نفع هم ملت است، مردمش است، هم به جامعه جهانی است. بنابراین اگر دو طرف به بهانه جویی بپردازن و یا به بی‌اعتنایی بپردازن و یا تو فکر بکنن که، یا فرض مثال فرض کنیم جامعه جهانی فکر بکنه که ما صاحب قدرت هستیم و ما میتونیم با زور با فشار، ببینید همونطوری که خود مقامات امارت اسلامی عنوان میکنن که 40 سال از در افغانستان فشار وجود داره از طرفی، ولی هیچگاه ببینیم مشکل حل نکرده، مشکل اضافه تر شده هم رفته. حالا از این طرف اگر فکر بکنیم، هم اگر امارت اسلامی فکر بکنه که ما اصلا به جامعه جهانی نیازی نداریم، ما آمدیم کشور گرفتیم و میتونیم مطابق خواست خود حکومت بکنیم، همونطوری که من در مقدمه عرض کردم خدمت شما، این هم غیر ممکن هست، امکان نداره اینطور، چون که گفتیم که امروز ما از هر لحاظ، از هر لحاظ یک کشور به کشورهای دیگه در منطقه در سطح دنیا وابستگی داره، به تنهایی زندگی پیش بردن نمیدانه، که امروز ما شاید همین وضعیت، فرض مثال یک مثال نمونه عمده واضح خدمت شما عرض کنم، این مسئله بحران اوکراین. ما میبینیم که وقتی بحران اوکراین چطوری اقتصاد در کل دنیا متاثر میسازنی، در اروپا، در آسیا، در هر جای. بنابراین این یک نوع مثالی از وابستگی دنیا به هم دیگر است. بنابراین هر نقطه دنیا که بحران باشه همه را متضرر میکنه. پس همه طرف ها باید کوشش بکنن که از خودخواهی، از قدرت طلبی، از چسبیدن به قدرت دست بکشن، واقعا صادقانه عمل بکنن، بخصوص امارت اسلامی که ما مسئولیت دینی داریم، ما جوابگو هستیم در پیشگاه خدا، در فردا، امروز ما در پیشگاه ملت جوابگو هستیم، باید به این مسئولیت سنگین خود بیشتر متوجه باشه و همونطور جامعه جهانی تا اینمی یک دید صادقانه از هر طرف ایجاد نشه، بدون شک هیچ بحرانی حل شدنی نیست، چه کسی بپذیره چه کسی نپذیره، این یک واقعیت است. بسیار خوب خاله محمد نعیم نور احمد صاحب، پټوله کې اسلامي هوادونو ته کې چیر تر شو تاسو مخکې خپل خبره کړه دا نه ورته وکړ اسلامي هوادونو ته، ول اسلامي هوادونه زموږ خپل پمنس کې یو پل نه کې د نړیوال ټولنه او د افغانستان ترمنځ، د اسلامي امارت ترمنځ چا دخل نور د مشکلات راولا نه کړی، دې ته نور حداقل وخت پرې نه ږدي چې ریچارډ بینت یا د رش دلته د څخه راپور چمتو کړي، او چې په دغه راپور کې هغه هم معلومات وړاندې کړي دي، هغه حقایق د دوی په خبره چې په افغانستان کې دي هغه هلته وړاندې کړي دي. دلته بیا هم زه دا وایم، ګورې د اسلامي هیوادونو دا په څو برخه ولویشل کېږي. اول دا خو صحیح اسلامي هیواد لا تر اوسه مستقل نه دی، تاسو وګورئ څومره اسلامي هیوادونه چې دي دا د یو بل هیواد د تاثیر لاندې دي، یا په یو ډول نه په یو ډول یو بل هیواد فرمایش ته ګوري، د یو بل هیواد غوښتنو ته ګوري. تاسو نږدې هیوادونو نه ونیسئ همداسې لرې ځي، فرض وکړئ لکه دا اوس پاکستان وګورئ، تاجکستان وګورئ، همداسې تر عربانو پورې دا ګوري اسلامي هیوادونه دي. دغه ټول اوس دوی ګوري د امریکا فرمایش ته، چې اوس امریکا څه وایي، که چېرې امریکې ورته وویلې چې دغسې وکړه کوي، او که چېرې وی نه ویلې نو هغه کار نه کوي. نو دا ډېر یو غټه ستونزه ده د موږ او تاسو لپاره. او بله مسله دا ده چې تل دغه شخصي غوښتنې یا شخصي منفعتونه دا هم ډېری هیوادونه ځان ته نږدې بولي، نسبت دې ته چې د خلکو ګټې ته وګوري. اوس دلته هغوی په افغانستان کې خپله ګټه نه ویني، ګوره هیچا یو زړسوان دی تصمیم ونه نیو د افغانستان په قبال کې هیڅ اسلامي هیواد. ګوره په کار دا وسې که چیرې نور هیوادونو یا د فکر له نظره یا د
ځین نور ارزښتونه نظر موږ تاسو سره تضادونه لري، نو دغه هیوادونه باید موږ تاسو سره دغه تضادونه ونه لري، باید موږ تاسو ته لومړی خدا وسی موږ سره لاس را کړی وای تر څو د افغانستان دغه اوسنی نظام لږ څه پیاوړ شوی وای، او هغه نه وروسته د نورو هیوادونو سره لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی یو د اړیکې یو وسیله ګرځېدلې وای، مګر دوی دا نه کوي. ولې نه کوي؟ ځکه دوی تل خپلې ګټې ګوري. دا وایي چې دې کې ما ګټه څه ده؟ اوس که چېرې دوی وایي چې که افغانستان دلته ګټه کوي یا د افغانستان خلک دلته ګټه کوي نو ماته ګټه نشته، نو زه په دې کې کار نه لرم. یا بله ورځ دوی وایي چې کوم بل مسؤلیت ماته متوجه نشي، نو زه ډېر افسوس کوم چې موږ د اسلامي هیوادونو دریځ دومره ضعیف دریځ دی په نړۍ کې. یعنې په کار دا وو چې دوی باید خپلو منځونو کې داسې لکه څنګه چې نور هیوادونه په خپلو منځونو کې اتحادیې لري، یو ځای سره کار کوي، نو دغه هیوادونه هم کوی شي. دا هم ګورې په هره برخه کې دوی رسیدلی دي، لکه په شتمنۍ کې وګورې د افغانستان د اسلامي ځینې هیوادونه دي چې ښه شتمن دي، نو هر څه لري، حتی نور هیوادونه ورته اړتیا لري. دا اوس تاسو عربي ممالک وګورئ، سیات امریکا دوی نه مجبور دي چې خپل تیل یا نفتي مسایل دي چې نه ستونزې حل کړي، نو دوی ته په یو ډول سره اړتیا لري، نو دوی کوی چې په دغه اړخونو باندې هم فشار وارد کړي په هغوی باندې، مګر دوی دا کار ځکه نه کوي. خو یو خو نن سبا په دغه هیوادونو کې هغه کوم د ایمان قوت چې د هغه قوت اوس په دوی کې نه دی پاتې. تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې په دغه هیوادونو کې بدلونونه راځي چې هغه د اسلام په خلاف دي. تاسو عربستان کې وګورئ ډیری داسې پخوا به ډېر کلک دریځې درلوده د اسلامي قوانینو د تطبیق په اړه، مګر اوس هغه نشته دي. اوس ګورئ تاسو د هالیوډ د که بالیوډ د څه شی دی، هغه جشنونه په عربو کې نیول کېږي، د هغوی کومې کلیزې چې دي هغه په عربو کې نیول کېږي. ګورئ دغه څه شی دي، دا هغه څه دي چې دوی شیطان دا خلک اوس بې لارې کړي دي. دا اوس په دې په فکر کې نه دي چې دا هلته مسلمانان پراته دي، دوی د الله پاک د دین لپاره د الله پاک د نظام لپاره دوی دومره سرښندنې ورکړې، قربانۍ ورکړې، راځه نن د دوی لاس ونیسو. مګر د دې تر څنګ نور څه کوي؟ ځانونه بېغمه اچولي دي، په دې باندې فکر نه کوي. نو زه دا وایم چې اوس په اوس په نړۍ کې په نوم باندې اسلامي هیوادونه ډېر دي. ډېری سیاسون همدا وایي چې نور اسلامي هیوادونو ته دې وګوري، افغانستان دې هغه سې مخته لاړ شي. نور اسلامي هیوادونه سي کوم شی، کوم اصول سي په اسلام کې ستا دي، کوم احکام سي هغه اصل دي په اسلام کې، په هغه باندې دوی خپله پابند نه دي. نو موږ څنګه کوی سو دوی نه دوی د په کتو باندې موږ یو لاره مخته بوځو؟ ډېره زیاته مننه اوقای حق جو بخشن عدالت جو. بیشتر شما یک اشاره داشتین که هر دو طرف مقصر است، ولی حالا نیاز است که امارات اسلامی باید انعطاف پذیری نشان بده، به خاطر که یک خب مشکلات اقتصادی، مشکلات مردم، هر گونه زیادتر مشکلات در افغانستان وجود داره. چرا امارات اسلامی یک انعطاف پذیری نشان نده؟ یعنی ضرورت نیست که انعطاف پذیری نشان بده؟ ببینید، از این بحرانی که در کشور ما وجود داره بخصوص چهارده، بیشتر از هر کس دیگری مردم افغانستان آسیب دیدن، کشته دادن، خون دادن، عقب ماندن، گرسنگی کشیدن، درد کشیدن، گریه کردن و دیگر بازی خودشان کردن در افغانستان، به دنبال اهداف شوم خود گشتن و بدون شک پس بنابراین مردم افغانستان بیشتر از همه درد کشیدن. و این درد یک شاه کلید داره. بحران افغانستان، ختم بحران افغانستان یک کلید بسیار محکم و جامع داره، او وحدت ملی است. از ابتدای ده ماه پیش که امارت اسلامی حاکم شد، اینمی نکته را ما همیشه تاکید کردیم، در امو ده ماه پیش گفتم که من خواهش میکنم از امارت اسلامی که از امی فرصت استفاده بکنه. در طول چهار دهه امروز ما یک حالت استثنایی داریم، بیشتر از هر زمان دست خارجی ها کوتاه شده، نسبتا کوتاه شده. پس بیاین از این فرصت استفاده بکنیم، بیاین به حل بحران در داخل بپردازیم، به یک پارچگی بپردازیم، به وحدت ملی بپردازیم. اما طوری که ما
عنوان میکنیم برای خدا جهاد کردیم تا آخرش برای خدا جهاد کنیم، ایثار کنیم، فداکاری کنیم، از خود گذری کنیم برای ملت. پس بنابراین بیاییم یک وحدت ملی را در داخل، یک ثبات سیاسی را در داخل شکل بدیم. ثبات سیاسی در داخل بدون شک یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است. ما صاحب قدرت ملی میشیم. وقتی صاحب قدرت ملی شدیم، اون وقت هیچ کس به آسانی نمیتونه ما را ابزار قرار بده، بر ما دستور بده، بر ما خواستهای نامشروع خود به قبولانه، یا بر ما اخطار بده، یا مداخله بکنه، یا سرباز نیابتی تربیت بکنه، یا شورش های را ایجاد بکنه. متاسفانه که ما به صراحت میتونیم بگویم همین نکته که همیشه ما خواستیم تا حال نادیده گرفته شده. میبینیم در طول ده ماه که ببینیم شورش ها روز به روز انشعابا از داخل امارت اسلامی این شعبا روز به روز بیشتر میشه، شورش ها روز به روز بیشتر میشه، دخالت های بیگانه روز به روز بیشتر میشه، وضعیت اقتصادی ما، وضعیت سیاسی ما امروز میبینیم که صرافای امشب صرافای جلال آباد گفتن ما پیسه نیست. ببین ما با کمبود نقدینگی، یعنی از هر لحاظ ما با مشکلات مواجه هستیم. هر چه زودتر اینمی شاهکلیت اینمی است که ما باید به یک ثبات سیاسی از چسبیدن به قدرت، قدرت طلبی دست بکشیم. قدرت، قدرت به دست خداست. عزت و ذلت از ما که بیشتر علما ما شاگردیشان می کنیم، از دهن از اون می کنیم که عزت و ذلت به دست خداست. پس ما بیاییم به عزت خدا از خدا بخواهیم، نه از چوکی، نه از پول، نه از دلار، نه از دیگر. اینمی اینمی مؤلفا دیگرها را تباه کردن، همه را تباه می کنن. پس بیاییم ما واقعیت به از همه چیز دست بکشیم، واقعا مجاهد باشیم، واقعا به دل مردم خود بسوزه، واقعا قصد ختم بحران داشته باشیم. پس بیان به وحدت ملی چنگ بزنیم و یک پارچه شویم، یک موش شویم، اون وقت ما میتونیم حرف به گفتن در دنیا در مقابل حریفای خود داشته باشیم. بسیار تشکر. خبر نیوز که پدیر پلان رو که اسلامی امارات به کم کارونه ترسره که جهد دقل نور نړیواله ته دا پیامیي چې افغانستان نور د امن کور، د ټولو افغانانو حقونه رعایت کېږي، په ټولنه کې د هر فرد حق رعایت کېږي، مکتبونه خلاص دي، خلک زده کړې کوي، تعلیم کوي. نور دغه بهانې حداقل لرې سي له زموږ څخه. ګورې د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره ډېرې ستونزې په افغانستان کې حل شوې، ټولې تعصبونه ول حل شول، دغه نفاق د افغانستان د خلکو ترمنځ هغه حل شو. اوس هېڅ کوم ډول ستونزه نشته. بیا هم لکه څنګه چې قدروان استاد ویلې، نو د موږ او تاسو لپاره د ټول افغانستان اتحاد او د دغه ټولو ژبو د ویونکو دا یو ځایوالی، دا داسې یو څه کېدی شي چې دا ټول نړیوال لپاره یو ښه مثال جوړیږي چې دغه نظام سې تیرو ټول نظامونو دا کار نه دی کړی، خو دغه نظام دا کار وکړ. تر ډیره بریده پورې دغه ستونزې حل دي، ستونزې حل شوې دي، خو بیا دې دغه ته د زمینه نه مساعد کېږي چې بیا دې دا ستونزې راولاړې شي. او یو بله خبره غواړم چې ویکم چې امریکا او نور هیوادونه ګوري دا هیڅکله په دې فکر کې نه دي چې افغانان دې هوسا ژوند وکړي. ګوري دا اوس تاسو د افغانستان د بیت المال هغه چورلکی وګوري چې په تاجکستان کې دي، نو هلته کله دوی وایي چې موږ کله تاجکستان ته ورکوو، کله وایي چې بل چاته ورکوو. ګوري دوی اوس هم په دې لټه کې دي تر څو موږ تاسو لپاره ستونزې راولاړې. ډېره زیاته مننه. خوشاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. د نړیوالو اړیکو په عبدالهادي عدالت جو، همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی محمد نعیم نور احمدزی، له دواړو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې مې سره برخه واخیسته. لطفا سوریدون که ولیدون که هم دیر زیاد همان نکو چی تردید ما زموک سروی. وقت بخیر.